درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. میدونید الان اومدیم یکی از غربی ترین نقطه های تهران، منطقه 22. شاید خیلی از شما عزیزان زمانی که ایران بودید اصلا این منطقه وجود نداشته و یه جوری اصلا جزء شهرسازی شهر تهران نبوده. الان دقیقا میدون اتریشیم، یکی از اصلی ترین میدون ها تو شهرک راه، در حال حاضر اسمش شده شهرک گلستان. خود این تو این 20 سالی که گذشته، قبلا اینجا اسم شهرک راهن بود، حالا الان فکر کنم به خاطر خیابون گلستان، این محله گلستان که الان دقیقا داخلش هستیم، شده شهرک گلستان. خود محلی هم یه ذره با این قضیه مشکل داره، چون وقتی میخوام آدرس بدن نمیدونم بگن گلستان بگم راهن. حالا با هم یه دوره میدون اتریش میزنیم و بعد میریم وارد اون بلوار گلهاش میشیم. الان یه لحظه نقشاشو ببینید، واقعا یه شهرسازی مدرن، یه شهرسازی عالی و پر از این بوستانای کوچیک و بزرگی که اینجا وجود داره. الان نکنه چقدر نیمکتای خوبی داره. حالا از افراد هر قشری از هر سنی اینجا میان قدم میزنن، ورزش میکنن. یه جورایی میشه که محله خیلی خلوتیه. وارد محلش که شدم بیشتر بهتون توضیح میدم که چه خبره. من خودم جز کساییم که منطقه 22 رو احساسم بر اینه که جز مناطق خوب تهران در آینده به شمار میاد. چرا که اولا از نظر شهرسازی و خیابون کشی خیلی پهن‌تر، استانداردش بیشتر، تراکم جمعیت نسبت به وسعتش کمتره و همین دلایل باعث میشه که خب جای بهتر برای زندگی باشه و امکاناتی که روز به روز داره به اینجا اضافه میشه. متاسفانه الان تو خود محله شهرک راهن مترو نیست، ولی نزدیکترین محله که اینجا از محله چیتگره دیگه. الان هر چقدر رو به سمت غرب بریم تقریبا 1 کیلومتر با اینجا دریاچه فاصله داره. در ادامه حتما یه سری هم به دریاچه خواهیم زد کنار هم دیگه. الان هم که نزدیک ماه محرم میمو، حالا دیگه خودتون از اون پارچه ها دارید میبینید دیگه. با هم بریم سمت خود بلوار. ببینید اینجا همه نیازاشون رو تو همین بلوارهای اصلی، یکی این بلوار گلهاست که همینجور بریم پایین میرسه به هوا نیروز، یکی از موازیه دیگه با این خیابونی که الان داخلش هستیم. به خط عابر پیاده نبودم، مجبور شدم اینجوری از خیابون رد بشم. خیلی ها اسم محله چیتگر رو شنید. در مورد تاریخش بگم، در مورد این منطقه 22 شاید برای خیلی جالب باشه بدونن، در اصل میشه گفت منطقه 22 دهه 40-50 خورشیدی یه جوری میشه گفت مطالعاتش انجام شده بود و قرار بود جزء شهرسازی بشه، یه جور شهرک سازی بشه، ولی با انقلاب که اتفاق میفته این قضیه کامل کنسل میشه تا 20 سال بعدش، سال در سال 1370 اینجا دوباره زمیناش واگذار میشه به 25% تقریبا به خود نیروی ارتش میرسه. اینجا پادگان و یه عالمه چیز میزه دیگه ساخته میشه. حتی زمینای همین الان اینجا هست سمت چیتگر که میدونید دیگه تقریبا 3 فاز ABCه که فاز Aش کامل برجای ارتشه. میدین بلوار گل هست دیگه، همون که بهتون گفتم. حالا همه چیز از هایپر، این هایپرهای کوچیکی که حالا شعبیه پر از رستوران و یک پیاده رو. میدین دیگه خبری دست فروش نیست. میدین چرا؟ چون بافت خیلی شلوغی نداره. الان من تو نقشه بهتون نشون دادم که چقدر خیابون کشی دقیق داره و یک عالم بلوار سرسبز و خیلی قشنگ. یعنی هر چقدر که داخل محله میشه حسال خوبی بهتون میده. یه چیزی که من تو این بلوار گلها دوست دارم، این محله شهرک راهن، اینه که خونه ها اینجا همه 3 طبقه است. یعنی تراکم و به قول خودمون بیشتر 3 طبقه مجاز نیستن بسازن. حتی اگه شما خونتون رو بکوبید و دوباره بسازید نمیتونید بیشتر از 3 طبقه تراکم بگیرید و ساخت و ساز کنید. حالا بعضی از ساختمان‌ها اومدن یه پیلوت گرفتن، یه ذره ارتفاعشون رو بردن بالاتر در حد
1.5 متر، حالا یه جوری میشه گفت خلافی داره ساختمون، حالا این مشخصه کاملا نوسازه، یه سازه همینجوری علکی گذاشته واسه دیزاین ستونه این جلوشو که دارید میبینید دیگه. من اینجور معماری رو زیاد خودم نمیپسندم، چون اصلا خیلی فاصله داره با فرهنگ و اون چیزی که ما تو روشمون هست. چه دوربینایی هم اینجا قرار داره. داشتم بهتون میگفتم اینجا خوبیش اینه که همش ستوان یه محله کاملا خلوته، یعنی من الان وقتی اینجا دارم قدم میزنم تقریبا میشه گفت کسی اینجا نیست جز خودم و شما. میبینی چه محله ساکت و آرومیه؟ به همین خاطره که این محله ها الان آینده داره. حالا قسمت غربی تر که بریم اونجا اکثرا برج سازی شده، یعنی بافت سه طبقه رو آوردم بهتون نشون بدم ببینید چه خبره. الان اینجا خونه متری از 75 میلیون هست تا تقریبا 120 میلیون، بستگی به اون کوچه و اون محله و اون موقعیت اون خونه و سال ساختش داره متغیره، ولی برجا به مراتب خیلی ارزون تره. یعنی برجا رو میشه با الان، البته بعضی از برجا خواستن ها، جدا از اون حالا بعد رفتیم سمت برجا بهتون حتما به نمایش میذارم. یه زمان اینجا همش همینجوری بیابونی بوده دیگه، توی این 20-30 سال گذشته همینجور ساخت و ساز شد و ارزش ملکم روز به روز بیشتر و بیشتر شده. خیلی از عزیزان اینجا رو از من خواسته بودن، شهرک راهن ها یا همون گلستان ها، گفتم یه نگاهی بهش بندازیم و یه لذتی ببین. نگاه کن بالا روف گاردن اون ساختمون رو میبینید، پر از این شخصی سازای خوبه، اینا که یه جورایی دنبال آرامشن و این آرامشو شاید با یه بودجه هنگفتی بخوان تو شمال تهران داشته باشن، اکثر من اینجور مناطق انتخاب میکنن که یه جورایی هم خونه دربست میشه و هم حس حال قشنگی میشه. اینجام که هیئت یکی است. بریم محله دیگه، بریم سمت میدون موج. آوردمتون دقیقاً یه نقطه دیگه تو همین منطقه 22، فاصله هم نداره. الان رو نقشه بهتون نشون میدم. ببین چقدر برجای جدید، حالا این برج جدیدتر به نسبت این قدیمی. خب برجا قیمتشون نسبت به متراژ خونه ها خب ارزونتر به حساب میاد، بین مثلا 40 تا 80 میلیونه. میدونید این چیزیه که من میگم اینجا خیلی جالبه، یه قسمتش کاملا سه طبقه، یه قسمتش کاملا برج و همه بلوارهاش هم پهن. بعد نگاه کنید اینجا پر از فروشگاهیه به قول خودمون زنجیره‌ای. اینجا مشتبه بزرگ پردیسان، اون سمتش باز مرکز خریده، حالا من اسماشون رو نمیبرم، ایران مال همین نزدیک دریاچه هست. و یه چیز جالبتر ببینید، حتی همینجا هم باز زمین برای بازی هست، ولی خب موتوره همه جا هستن دیگه، انکار پذیرم. ببینید هر تیکش هم که تونستن یه دونه بوستان کوچیک برای بچه‌ها زدن که بالاخره یه جوری بچه‌ها سرگرم باشن. دوباره همون بافت سه طبقه رو اینور می‌بینید دیگه، یه جوری میشه گفت اینجا دیگه انتهای اون بافت سه طبقه محسوب میشه و بعدش این برج سازی‌ها و این آینده‌ای که حالا تو این منطقه به سرانجام میرسه رو بیشتر مشاهده می‌کنید. همه اینا حالا باز برج کوچیک و بزرگ داریم، حالا بعد بریم سمت دریاچه، حالا بریم اون برای میدون برای بهتون اون سمت هم نشون بدم، بعد میبرمتون سمت دریاچه. خیلی وقتم نرفتم، شما رو هم نبردم، ببرمتون اون سمت هم ببینید. پارک جنگلی چیتگرم که میدونید دیگه، یکی از چیزایی که باعث میشه اینجا آب و هواش خوب باشه وجود همون درختایی که اونجا هست. الان متاسفانه اینجا رو خط آبر هیچ توقفی برای بنده نشد، به زور راه گرفتم. میدونید یه چیزی هم که هست، حالا فرهنگ یا میشه گفت اون حسالی که برج نشینی داره زیاد جا نیفتاده توی ما ایرانی ها، شاید خیلی ها هنوز دوست ندارن تو برج زندگی کنن به خاطر اینکه حالا میگم مشکلاتش ممکنه زیاد باشه یا خیلی از اتفاقای دیگه. بالاخره هر نوع سبک زندگی یه مشکلاتی خواهد داشت دیگه، این انکار ناپذیره.
یعنی اینکه شما یه خونه سه طبقه بشینی، یه خونه ویلایی بشینی یا تو یه برج بشینی، مسلما با هم دیگه فرق میکنه. حالا همین که برجا قیمتشون ارزون تره، که همون دلایل، البته بیشتر جنبه ساخت و اقتصادی داره دیگه، چون بالاخره خیلی نسبت به متراژ زمین خب تعداد واحد خیلی بیشتری ساخته میشه و تو انبوه سازی هزینه همه به مراتب کمتر میشه. اون سمت هم این راه هم میبینید داریم میریم، این راه هم میره مستقیم میرسه به دریاچه چیتگر یا همون کنارش باملند. ببین چقدر مرکز خرید، چقدر اون و رزمال دقیقا روبرونه، یعنی انقدر که اینجا مرکز خرید داره هیچ جای تهران نمیتونید این همه مرکز خرید ببینید. همون بر ایران مال هم که قبلا ویدیوشو براتون گرفتم، اینجا هم که بلوار محیط بانه، فکر کنم اینجا مروارید بود یه زمانی اسمش، حالا اسمشو ننوشته من الان خاطرم نیست، چیزی که یادمه مرکز خرید مروارید بود. یه لحظه بریم اون سمت هم بهتون نشون بدم. بله اینجا هم که مسیر مخصوص دوچرخه است، کل این دور تا دور اینجا رو در بر میگیره، میره تا سمت خود دریاچه. اونجا هم ساختمان‌های باملنده، برجای جدیدیه که حالا گفتم بعضی از برج‌ها قیمتشون بیشتره، اونا که از نظر موقعیتی به مراتب موقعیت خوش آب و هوا و دسترسی بهتری دارن. الان میبینید چقدر جمعیت اینجا کمه به نسبت این همه ساخت و ساز و این همه برج. تنها دلیلش میدونید چیه؟ تنها دلیلش اینه که اینجا هنوز به اون انبوه سازی نرسیده، یعنی ممکنه یه زمان اینجا از نظر جمعیتی منفجر بشه. ولی خب خیلی از اینا که ساکن اینجا اکثرا میرن یا غروبا دم دریاچه. الان میریم دریاچه رو میبینید دیگه چقدر اونجا شلوغه، به جای اینکه حالا این اطراف شلوغ باشه اکثرا میرن جایی که حال هواش بهتره. بیشتر سعی کردم تو این ویدیو از این مناطقی که شاید خیلی از شما عزیزانی که 30-40 سال ایران نبودید اصلا هیچ اسمی ازشون نشنیدید، همه چیز اینجا نوسازه و محله های خوبی هم داره شکل میگیره اینجا از دید من. البته ممکنه خیلی اصلا این محله ها رو قبول نداشته باشن. با هم بریم سمت دریاچه بریم اونجا چه خبره. در آخر اومدیم میدون دریاچه دیگه، از اسمش که معلومه همون جایی که بهتون گفتم میدون موج بودیم، مستقیم اومدیم دقیقا میشد همین دریاچه که این ساختمون این برجا رو اونجا دیدیمش. خیلی هم بزرگه، پایینش هم که میشه خود چیتگر دیگه. با هم بریم حالا داخل خود دریاچه قدمی بزنیم که اکثر از ازایی که اینجا ساکنن اصولا غروبا که هوا مثلا خنک میشه بعد 40-41 درجه سانتیگراد گرما، واقعا همین الان نفس زمین گرمه، یعنی حرارت رو پوستت میتونی حسش کنی. بگم که پارکینگشه دیگه. با هم بریم داخل خود دریاچه. ویدیوهای مختلفی دارم ولی هیچ وقت از این سمت نیومده بودم داخلش، از سمت پارکینگش. با هم میریم بالا. اینجا یکی داره بادبادک هوا کرده، نمیدونم میبینید تو تصویر یا نه. خیلی هم عالی. من دنبال نخشم ولی صاحبش رو پیدا نمی کنم، با این حال که آها پیداش کردم، اون عزیز مسن ماست که داره با بادبادک چشم و صفایی میکنه. شاید باورتون نشه من تو زندگیم تا حالا بادبادک هوا نکردم، الان یهو حسرت خوردم، یعنی واقعا از ته دل حسرت خوردم ها. چرا من تا حالا این کارو نکردم؟ بعد حس جالبی داشته باشه. میبینیدش؟ واقعا من همیشه به توصیه بعد شما عزیزان، هر کسی که الله یه جوری تجربهش از بنده بیشتره گوش میدم، یعنی آدم باید زندگی کنه دیگه. الان من تو یه دهه ای از زندگیم هستم که سخت دارم حالا یه کار خاصی انجام میدم تا بگذره، ولی یه چیزایی باید آدم همیشه
سر اون سنش و اون زمانی که هست انجام بده. من ممکنه شما هزار تا کار انجام بدید، هزار تا تفریح برید، هزار تا اتفاقای خوب بیفته، ولی چون دیگه اون دوره، اون زمانی که بعد از اون استفاده که انجام ندید، اون کیف و لذت رو نده. البته این موقع مثلا شرایطش رو ندارید، حالا چه مالی، چه حالا شرایط اجتماعی، هزار تا چیز دیگه هم هست دیگه. از اینا بگذریم، بریم وارد خود دریاچه شیم. اصلا یه چیزی که باعث شد اینجا کلی رنگ و بو بگیره همین وجود این دریاچه است. من یادمه اون سالایی که الان اول بود، این دریاچه یه بوی بدی میداد. مخصوصا اونایی که اینجا رو بشناسن بهتر میتونن حرف منو تایید کنن. بعدا نمیدونم یه دقیقاً چی کار کردن، چه ماده‌ای توی دریاچه ریختن یا کار مهندسی خاصی کردن که اون گردش آب به وجود بیاد، اون گندابه، اون بوش اینجا بره و اون حشراتی که باعث میشد. دیگه رسیدیم خود ساحلش. هوا یه جورای گرد و خاک شد، یه ذره باد داره میوزه. اون سمتو که نگاه میکنی قشنگ میشه احساسش کرد. تو این ویدیو سعی کردم، خیلی از دوستان ازم خواسته بودن که برم حتما شرک آهن، محله اطرافش هم بهتون نشون دادم. چیتگر موند، میدونم روبرونم دقیقا خود جنگله چیتگره. یه دم که رفتن تو آب دارن سوت میزنن که نرید تو آب. درست عمقش فکر کنم بین 6 تا 15 متر این دریاچه، ولی خب خطرناکه دیگه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.